نخستین که 54 میلیارد یک برآورد است و هیچ اطمینانی در این مورد وجود ندارد، چون بهای نفت یک چیز است، بهایی که جمهوری اسلامی نفت خود را بدان میفروشد یک مسئله دیگری است. اما برای پاسخ مستقیم به پرسش شما، بر سر سفره مردم نمی آید و نمی تواند بیاید، دست کم به دو دلیل. دلیل نخست این است که انقدر امروز بدهی های جمهوری اسلامی زیاد است، انقدر تعهدها زیاد است، هم در درون مرز و هم در برون مرز، که اگر بیشتر از این مبلغ هم به دست مردم برسد، یعنی به دست جمهوری اسلامی برسد، چیزیش به دست مردم نمیرسد. نکته دوم این است که به علت، و این مسئله بسیار مهم است، که به علت کسری های مختلف بودجه، اگر فرصت باشد بیشتر به دل میپردازم، جمهوری اسلامی مرتب به خلق پول میپردازه. همین مسئله رو که در مورد بانک های خصوصی اشاره کردید یکی از موارد است، و این باعث میشود که هرچی هم که مثلا یارانه بدهند یا حتی دستمزد اسمی رو بالا ببرند، تورم به شکلی خواهد بود که باز هم مردم درآمدشون و دستمزدشون، قدرت خریدشون به افزایش هزینه ها و تورم نمیرسد و کماکان سفرهشون خالی خواهد بود. آخرین نمونه در مورد نان هست و انرژی.